برنامه ما درست هست، احتمالاً اشکال جای دیگری بوده. هموطنان گرامی، من پوزش میخوام. اگر اشتباه نکنم ما به اینجا رسیدیم که سقوط امپراتوری ایران کجا شروع میشه و ایران براستی در حال حاضر کجا قرار داره. پس از این که این رو خاموش کنم، پس از این که داریوش سوم به دست دو سرهنگ ایرانی در واقع کشته میشه و امپراتوری هخامنشی سقوط میکنه، بعد از 70 سال جنگ و گریز ملت ایران بالاخره، درود بر شما، سپاسگزارم، زنده باشید، سپاسگزارم، درود بر شما، سپاسگزارم، سپاسگزارم. و تشکیل دولت اشکانی در واقع و شاهنشاهی اشکانی که دوباره تاریخ سرزمین ایران اثر گرفته میشه و پس از اون شاهنشاهی ساسانی، این دو امپراتوری در سقوط و انقراض ملت ایران تشکیل میشه. هموطنان گرامی، این گونه نیست که ما بخواهیم یک تاریخ رو با شاهنشاهی، با شاهنشاهانش، با پادشاهانش بسنجیم و یک تاریخ رو با شاهنشاهانش تعریف کنیم یا تاریخ شاهانش رو تعریف کنیم. این گونه میشه تاریخ سلاطین رو تعریف کرد. ولی کشوری که دارای در واقع رشد تکاملی باشه و دارای تاریخ تمدن باشه و به گونه کلاسیک رشد کنه، چنین کشوری رو میشه با بافت‌های اجتماعیش، با مردمش، با تاریخش، با فرهنگش، با خردش، با ادبیاتش تعریف کرد. و نیازی نیست که تنها از شاهان سخن گفته بشه. و اشتباهی هموطنان گرامی گاهی در ارتباط واژه شاهنامه میکنن و میگن که فردوسی مثلا در ارتباط شاهان سخن میگه، در صورتی که اینگونه نیست. شاهنامه یعنی شاهنامه ها و نامه در واقع بزرگ ملت ایران و کتاب بزرگ ملت ایران به راستی که کتاب بزرگ تاریخ تمدن بشر شاهنامه فردوسی هست. و من چنانچه نیازی بود در آینده مطالبی که در شاهنامه فردوسی هست و امروز هنوز جهان به راستی در جام میزنه و هنوز بدان در واقع درجه از خرد و دانش نرسیده، خدمت هموطنان گرامی فهم گفت. سقوط امپراتوری سقوطی هست که با سقوط و انقراض یک ملت شروع میشه. هموطنان گرامی، ملت ایران از زمان داریوش در اوج در واقع شکوفایی و قدرتش شروع به نزول کرد، به لحاظ اخلاقی. به لحاظ اخلاقی نه به این معنی که مردم ایران ضد اخلاق شدن، نه، مردم ایران بد اخلاق شدن، نه هم وطنان گرامی، رسوخ در واقع و نفوذ افکار نادرست، نفوذ در واقع شیوه اندیشه نادرست در اندیشه ملت ایران، در فرهنگ ملت ایران و نفوذ در واقع بیگانه در سرزمین ایران، در سیستم شاهنشاهی ایران، در سیستم تاریخ و ادبیات این سرزمین، در سیستم فرهنگی این سرزمین سقوط امپراتوری ایران رو و انقراض ملت ایران رو آغاز میکنه و آغاز میده. این گونه نیست که با مردن یک شاهی یا با به قدرت رسیدن یک شاهی ما بگیم که مثلا یک کشوری، یک شاهنشاهی، یک تاریخی، یک ملتی، یک ملیتی در واقع تکامل یافته یا منقرض شده یا سقوط کرده. از زمانی که
شیوه اندیشه مذهبی در ایران شکل گرفت و شروع کردند که از پندار، گفتار و کردار نیک آیین و دین درست کنن. هموطنان گرامی، مشکلات ملت ایران شروع شد. نفوذ دین مردان در کشور شاهنشاهی ایران آغاز شد. مردم رو از خرد و اندیشه درست باز داشتند. مردم رو به ترس باز داشتند. اگر توجه کرده باشید، تمام سخن فردوسی گرامی سخن خرد هست که البته آنچه که شما در شاهنامه میبینید تاریخ این سرزمین هست، تاریخ گردآوری شده هست. فردوسی با اینکه فیلسوف بزرگی بود و بزرگترین به نظر من، چندان چیزی از خودش جر نکرد، چیزی نساخت هموطنان گرامی، فقط شیوه گفتار رو تغییر داد. چون زمانی که فردوسی شاهنامه رو نوشت، ایران زیر سلطه بیگانه بود و با مهارت خاصی توانست این تاریخ رو و این فرهنگ رو به گونه‌ای بنوشته در بیاره تا امروز ما بتونیم با اون هویت خودمون رو بشناسیم. مشکل بر سر این بود که ملتی با تمدن و با فرهنگ و با ادبیات توانا و دانش بسیار پیشرفته و وضعیت اقتصادی بسیار شکوفا در جهان زندگی میکرد و این سرزمین درش بروی تمام جهان باز بود، افتخار تمام کشورهای جهان، تمام مردم جهان، عضویت مثلا در ارتش شاهنشاهی ایران بود. همه از تمام گوشه و کنار جهان به این سرزمین روی آوردن و در این سرزمین زندگی کردن، چه در رده‌های بالای کشوری و لشکری و چه در رده‌های دانش و علوم و ادبیات و چه در رده‌های پایین. مردم از سراسر جهان به کشور شاهنشاهی ایران اومدن، زیرا که این سرزمین به راستی جزیره ثباتی بود و از استقلال اقتصادی و شکوفایی اقتصادی بی‌نظیری برخوردار بود. و اگر کسی توان این رو نداشت که کار بکنه، در این سرزمین تأمین بود، بیمه داشت، در این سرزمین مسکن داشت، زیرا که بنیان این در واقع کشور و بنیان این سرزمین بر نیکی و بر خرد و بر دانش بود. دین مردان آهسته آهسته نفوذ کردند و تمامی در واقع تعریف‌های ملت ایران رو به هم ریختند. مللی که از کشورهای دیگه اومدند و در این سرزمین فرهنگ خودشون رو آوردن، با فرهنگ ملت ایران آمیخته شد. گام به گام ملت ایران از واقعیت خودش و از هویت خودش فاصله گرفت، تا جایی که شاه ایران رو، شاهنشاه ایران رو سر می برن و می دازن جلوی پای اسکندر، تا جایی که سر داریوش سوم رو میبرن، سر یزدگرد سوم رو میبرن، تا این جایی که رضا شاه شاه ایران رو آواره میکنن، تا این جایی که شاهنشاه آریامهر رو آواره میکنن از سرزمینش، به راستی یک تاریخ غم‌انگیز، یک داستان دراماتیک غم‌انگیزی در این سرزمین هست که خواب و خوراک و آسایش و آرامش من رو هموطنان گرامی گرفته.
ملت ایران 2500 ساله که منقرض شده. ملت ایران در جنهاش، در تاریخش، در فرهنگش، در ادبیاتش زندگی میکنه، ولی به عنوان یک ملت خداگاه و آگاه به تاریخش به راستی موجودیت نداره. هموطنان گرامی،